در قسمت اول دو مؤلفه رو توضیح دادم. مؤلفه اول این بود که روحانیت شیعه در نگاه به جامعه بشری ادعای پاسخ دادن به همه مشکلات رو داره و سخنش این هست که همه علوم در نزد ماست، همه علوم در کتابهای ماست، مقدسان ما عالم مطلق بودن، همه چیز میدونستن و امروز هم ادعا میکنن که ما نایب اونها هستیم و ما هم همه چیز رو میدونیم، هر مشکلی دارید از ما بپرسید. مؤلفه دوم هم تبدیل شریعت بود به قانون همگانی، این رو هم توضیح دادم و به یکی از مخاطرات جدیش رو هم که در واقع مخاطره مرگ و زندگی است به اون هم اشاره کردم. مؤلفه سوم در میان روحانیت شیعه که در واقع دیدگاه ها و باورهاشون رو کاملا شکل میده انحراف اندیشی است. روحانیون شیعه معتقدند که هر کسی کوچکترین تفاوت دیدگاه با روحانیون داشته باشه منحرف هست. حالا عبارات مختلف دارن، برچسب‌های متفاوت دارن برای این انحراف. گروهی رو مرتد نام میگذارن اگر کسی دینش رو عوض کنه، گروهی رو کافر میدونن، گروهی رو منافق میدونن، گروهی رو بیدین، بیغیرت اگه احکام دینی رو جدی نگیره، سوسدین، عناوین متفاوتی رو دارن. برای همه این عناوین در واقع بیان کننده انحراف از شاغولی است که اینها برای جامعه بشری تعریف کردند. معتقدند که شاغول خودشون هستند و هر کی از این فاصله بگیره در واقع منحرف شده. این جمله، این عباراتی که الان براتون میخونم از آقای محمد تقی مصباح یزدی است که از روحانیون قدرتمند که در واقع مؤسسش و خودش جزء معلمان دین هست در نهادهای نظامی و امنیتی در ایران، در واقع ایدئولوژی دولت آقای حکومت آقای خامنه ای است آقای مصباح یزدی. ایشون میگه اگر کسانی هرچند با حسن نیت بخواهند فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشند اما از روحانی و عالم دین کنار بیفتند، احتمال لغزششان خیلی زیاد است. برای من هر کی میخواد فعالیت اجتماعی سیاسی بکنه باید زیر عبای روحانیت فعالیت بکنه. ایشون ادامه میده که نزدیک به 60 سال پیش عده‌ای از دانشگاهیان فعالیتی اجتماعی سیاسی و دینی را شروع کرده بودند، نشریاتی داشتند و جلسات بحث و گفتگویی داشتند و محور آنها آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی بودند. مسجد دانشگاه تهران را اینها ساختند. یکی از مجله‌هایی که منتشر می‌کردند به نام گنج شایگان بود. همین آقای صحابی آن وقت یک جوان دانشجو بود و این فعالیت‌ها را سامان می‌داد. متدینین آنقدر خوشحال بودند که در کل دانشگاه‌های کشور کسی مثل مهندس بازرگان وجود دارد که کار می‌کند و کتاب درباره مطهرات در اسلام می‌نویسد. از اینکه یک استاد دانشگاه مسجد بسازد، کتاب درباره اسلام بنویسد و از قرآن تعریف کند، به وجد می آمدند که اسلام چقدر پیشرفته است و این برای متدینین الگوی ایدئال بود و حقیقتا نسبت به آن زمان و آن محیط همینطور بود. در شرایطی که رئیس دانشکده الهیات ماتریالیست و کمونیست بود، رئیس دانشگاه فنی مثل مهندس بازرگان بود و این کارها خیلی امیدبخش بود، ولی دیدیم در آخر کار نهضت آزادی به کجا رسید که امام فرمود خطر نهضت آزادی از منافقین بیشتر است و به یک معنا اصلا منافقین دست پرورده اینها بودند. ببینید حساب کسانی رو که بسیار به روحانیت خدمت کردند، بسیاری از جوانها رو در دوره‌های به اسلام ایدئولوژیک در واقع کشوندند، اونها رو در چارچوب‌های حزبی قرار دادند، فعال سیاسی کردند، حساب کسانی که این همه به حکومت خدمت کردند رو اینها کاملا اینها رو منحرف میدونن و اینها رو مخاطره میدونن، چه برسه به کسانی که لیبرالن، هیچ دینی ندارن، هیچ نسبتی با اسلام ندارن. متدین ترین افراد اگر کوچکترین تفاوت فکری با روحانیت شیعه داشته باشه او رو منحرف و لغزیده از چارچوب های حقیقت اینها تلقی میکنن. از نگاه روحانیون بجز خودشون در جمع کوچیکشون و البته خب کسانی که اگر در میان روحانیون هم از اینا فاصله بگیرن اینا رو به سرعت از صنف روحانیت بیرون میکنن، از نگاه روحانیون بقیه منحرفند. این جمله از
آقای محمود رضا جمشیدی عضو جامعه مدرسین هست. ایشون میگه 15,000 جریان انحرافی و عرفان کاذب جامعه بشریت و نسل جوان و جویای کمال را تهدید میکند. هر گروهی که یک باور معنوی داشته باشه، یک چارچوب‌های معنوی داشته باشه که در قالب شیعه نگنجه یا توش راهنماشون، پیشنمازشون آخوند نباشه، اینها همه از نگاه اینها منحرف هستند و بسیار از اینها رو خب اینها بازداشت کردن، براشون مشکل درست کردن، احکام زندان برای اینها صادر کردن. این از رفتارهایی است که روحانیون همیشه داشتن. روحانیون شیعه مثالی که همیشه میزنن مسئله زاویه است. میگن دو خط اگر کوچکترین زاویه پیدا کنن بعد فاصله شون زیاد میشه و این زاویه هم در واقع فاصله گرفتن از روحانیت. هر کی از روحانیت فاصله بگیره اون رو منحرف میدونند و معتقدند که باید اونها رو از برابر پا برداشت. اینها صحبت هایی است که ما در میان روحانیون شیعه بسیار دیدیم. این جمله رو من خودم از آقای محی‌الدین حائری شیرازی امام جمعه سابق شیراز شنیدم. ایشون میگه اگر کوچکترین فاصله ای از روحانیت گرفتید مثل منافقین و کفار میشید که بلکه علیه نظام اسلحه به دست گرفتن. یعنی اگر کسی کوچکترین مخالفتی بکنه این رو مساوی میگیرن با اینکه قیام به اسلحه کرده و اینکه اعدام میکنند یا زندانی میکنن. مثلا یک کسی رو یک جمله نوشته میگیرن مثل آقای ستار بهشتی و در زندان رو میکشن. به دلیل این باورهاست. اینا معتقدن که کسی کوچکترین اختلاف نظری با اونها داشته باشه این به سرعت دست به اسلحه خواهد برد و در برابر اونها خواهد ایستاد. به همین علت هم با این سختی برخورد میکنن. حتی کسانی رو که با اینها بسیار نزدیک بودن مثل خودشون فکر میکردن کوچکترین اختلاف نظری باعث میشه که اونها رو فتنه‌گر بدونن، مثل جماعت اصلاح طلب مذهبی در ایران، یا جریان انحرافی عنوان بدن مثل جریان آقای احمدی نژاد رو که در نهایت بهش عنوان جریان انحرافی دادن. مؤلفه چهارم در گفتمان روحانیت شیعه خود حق پنداری این هاست. اینها معتقدند که کلید بهش در دست این هاست، اینها حقند و بقیه کاملا باطل. با همین دیدگاه هم هست که به راحتی مرتکب جنایت میشن و آدم ها رو از بین میبرن. این جمله رو از آقای خلخالی همه احتمالاً به یاد دارن که در اوایل تأسیس جمهوری اسلامی از ایشون سوال شد که شما با این محاکمه های چند دقیقه‌ای، محاکمه های سرپایی که افراد رو محاکمه میکنید و اعدام میکنید، اگر اینها بیگناه باشن چی؟ گفت اشکال نداره، اینها به بهشت میرن. یعنی بهشت و جهنم کلاً کائنات در دست اینهاست. در همین جریان جنبش سبز هنگامی که یکی از کشته شده های کهریزک از خانواده مقامات بود به دست پلیس و دستگاه قضایی و دستگاه جمهوری اسلامی اینها کشته شد، شکنجه شدن و بعد کشته شدن. بعد وقتی که اعتراضی صورت گرفت و مشخص شد که یکی از اینها فرزندان مقامات هست، اعلام کردن که اینها شهید هستند و اینها رو به عنوان شهید اعلام کردن. این جمله در سایت های شبه دولتی در جمهوری اسلامی منتشر شده. میگه در تخلفات و جنایات صورت گرفته در حوادث سال گذشته، در سال 88 بازداشتگاه کهریزک، در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک 3 جوان از خانواده های متحد کشور به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر مظلومانه به شهادت رسیدن. به دست نیروهای حکومتی اینا کشته شدن، ولی خب میتونن یه کشته رو به سرعت اون رو تبدیل به شهید کنن یا تبدیل بکنن به ملعون. کاملا سرنوشت آخرت افراد به دست اینها هست و به راحتی میتونن در مورد این امور تصمیم بگیرن. علتش هم همین داستان خود حق پنداری است. مؤلفه پنجم در گفتمان شیعه ترس هست، پارانویا هست، توهم ترس. اصولا این دیدگاه تئوری توطئه که در میان اینها بسیار قدرتمنده از همین پارانویا و توهم ترس نشأت میگیره. روحانیت شیعه یک نکته رو خیلی خوب دریافته که برای زمین سازی گرفتن قدرت سیاسی و اجتماعی و حذف رقبا مدام باید از این عنصر ترس استفاده کنه، مدام باید اختار بده که
خطر وجود داره. باز این جمله از آقای مصباح یزدی هست، ایشون میگه آن خطری که من احساس میکنم شدیدترین خطری است که تا به حال نظام ما را تهدید کرده است. که سال 1990 که تهدید چندانی هم برای این نظام مطرح نبوده. در ادامهشون میگه و دیگر جایی برای اسلام و ولایت فقیه و ارزش‌های اسلام نخواهد گذاشت. اینا مرتب در ترس زندگی میکنند. اخطارهایی هم که میدن معمولا هیچ ارتباطی با عالم واقع نداره، بیشتر برای ترساندن مردم هست و اینکه مردم بیان در زیر عبای اونها پناه بگیرند. چه روزی که روحانیت قدرت مطلقه رو به دست گرفته و چه روزی که خمینی به تبعید فرستاده میشد، لحن و محتوای اخطارها همیشه یکی بوده. یعنی تفاوت نمیکنه چه رهبر اینها رو در زندان بیاندازن و چه رهبرشون در قدرت باشه و میلیون ها نفر رو تحت حکومت داشته باشه، در هر شرایط اینها مرتب دارن اخطار میدن. این احساس خطر دائمی به نظر من به دو دلیل برمیگرده. یک، به وقوف به اینکه این حکومت و این قدرت استبدادی است، پایگاه اجتماعی نداره و باید با ترس این پایگاه رو ایجاد کرد. و دوم اینکه نظامی رو که اینها برساختند، تمامیت خواهی که درش هست و قساوتی که درش هست، این خب مخاطر انگیز هست. هر لحظه میتونن مردم علیه این سیستم به پا خیزن و خب از این هم احساس خطر میکنن. مؤلفه ششم مؤلفه انسان حراسی هست. روحانیون شیعه به قول امروزی ها هوموفوبیا دارن، از انسانهایی که شبیه به اونها نباشن کاملا حراس دارن و اونها رو با عناوین نجس، با عناوین زشت یاد میکنن و اونها رو اگر هم به گیر دستگاه قضایی بیفتن اونها رو از بین میبرند. غیر مسلمان ها رو به دلیل رواج الکل، مثلا خوردن گوشت خوک، روابط آزاد زن و مرد، بودن مثلا سگ در زندگی عادی و اخیراً همجنسگرایی، آزادی همجنسگرایی در کشورهای غربی، بخش قابل توجهی از جامعه بشری رو نجس میدونن. غیر از غربی ها، چینی ها و در واقع میلیاردها هندوها، میلیاردها انسان در جامعه بشری به دلیل اینکه شیعه نیستن، حالا برخیشون حتی برخی از روحانی شیعه حتی سنی ها رو هم نجس میدونن. حالا حتی اگر دیدگاه غالبتر در نظر بگیریم، دیدگاه مداراجویانه تر رو، غیر مسلمان ها رو نجس میدونن، که غیر مسلمان ها در دنیا تعدادشون بسیار بیشتر هست از مسلمان ها، بقیه انسان ها رو نجس میدونن. هر کی مثل اونها فکر نکنه، هر کی مثل اونها رفتار نکنه، اینها رو خار و خفیف میکنن. استاد اخلاق بسیاری از این محافل مذهبی در ایران آقای مجتبی تهرانی، ایشون میگه که من ریشه این حرف ها، یعنی کهنه دانستن معارف اسلامی رو میدانم. این حرف ها را در امور اجتماعی جامعه شناس های غربی مطرح کردن. این روشنفکرهای داخلی هم از آن غربی ها گرفتن. آنها چیزی جز حیوانیت سرشان نمی شود. غیر از خودشون، غیر از دیدگاه هایی که توسط خودشون مطرح میشه، کسانی رو که دیدگاه های اونها رو ندارن، اونها رو حیوان تلقی میکنن. به همین دلیل هم هست که براحتی انسان های دیگر رو میکشن، از بین میبرن. در سوریه، در عراق امروز اینها با مداخله نظامیشون هم ایرانی ها رو بکشتن میدن، هم عربی که در منطقه زندگی میکنن بکشتن میدن. براش ککشون هم نمیگزه از اینکه سالانه صدها هزاران نفر کشته بشه. مدافع جدی نظام بشار اسد هستن که تا امروز حدود 220 هزار نفر کشته، ناشی از رفتارهای حکومت اسد در سوریه به وجود اومده. خیلی به این ارقام نگاه نمی کنن چون بقیه رو غیر خودشون حیوان می دونن و قابل ذبح شدن و قابل از بین رفتن. مؤلفه بعدی در بحث حقوق، کاملا یک حقوق یک طرفه و انحصاری برای خودشون قائل هستند. ببینید مثلا در مورد آنچه بر مسلمانان در جوامع دیگر میگذره بسیار حساسن. اگر یک مسلمانی کشته بشه، حق یک مسلمانی ضایع بشه، در مورد اینها کاملا حساس هستن، در مورد حجابشون. اما
به وضعیت غیر مسلمانان که میرسیم اصولا هیچ اهمیتی نداره. در مقابل مسلمان ها اگر دیگران رو از بین ببرن، بکشن، قتل مرتکب بشن، در حملات تروریستی دیگران رو بکشن، از اونها تقدیر میکنند. در مورد مثلا کشتن روزنامه‌نگارهای مجله شارلی ابدو که یک گروه تروریستی رفتن و بخشی از کسانی رو که کارشون نوشتن و نقاشی و اینجور کارهاست از بین بردن، در ایران مورد تقدیر قرار گرفتن توسط بسیاری از روحانیون شیعه و توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی. اینها در چارچوب عالم دو عالم رو تصور میکنن، یه عالم برای خودشون هست و از حقوق کافی، آزادی ها و از همه امکانات و منافع باید برخوردار باشن، بقیه هم اهمیتی ندارند. و مؤلفه دیگری که به نظر من در طول این 14 دهه کاملا ثابت بوده و تغییر چندانی پیدا نکرده در اکثر روحانیون میشه دید و در گفتمان رسمی روحانیت این رو میشه مشاهده کرد، بحث خشونت هست. خشونت رو اینها راه حل همه مشکلات میدونن، میگن که جرم و جنایت و اینها رو با اقامه حدود، اقامه سریع حدود، یعنی اگر کسی قتلی صورت گرفت باید سریع یک نفر رو بردار کرد، سریع باید دست قطع کرد، با کشتار شدید، با قساوت شدید، اینها معتقدند که میشود تمام این مشکلات جامعه بشری رو حل کرد در هر زمینه‌ای، چه مشکلات واقعی اجتماعی مثل سرقت، اعتیاد، چه مشکلات توهمی مثل مثلا حجاب. حجاب مشکل نیست، حجاب نداشتن آدم‌ها حقشون هست، ولی حجاب رو اینها مشکل میدونن و تلاش میکنن با مجازات‌های خشن یا اقامه حدود حجاب رو تحکیم کنن در جامعه. این جمله رو از آقای احمد خاتمی که یکی از ائمه جمعه تهران هست نقل میکنم. ایشون میگه از این طریق، یعنی اقامه حدود، میتوان این امر یعنی حجاب رو به عنوان یک منکر نشان داد و اگر یک مجرم را مجازات کنید همه یه موها زیر چادر میرود، بزنید، از شلاق بزنید، آدم ها رو تنبیه کنید، به دستوراتتون تن در میدن. این منطق روحانیت شیعه بوده، همیشه بوده، این چیز جدیدی نیست. این رو تمام روحانیون شیعه، کسانی که چارچوب های شریعت رو میپذیرن، مگر اینکه یک روحانی از اون قالب بیرون اومده باشه و منکر اجرای شریعت باشه، اونهایی که شریعت رو میپذیرن که 99.9% روحانیون شیعه هستن، اونها همه اعتقاد دارن به اینکه حدود رو باید اجرا کرد و حدود رو اگر اجرا کنیم مردم تن در میدن به روش هایی که مد نظر ما هست. همین آقای احمد خاتمی در جای دیگری در سال 90 میگه برای حل مسئله حجاب باید خون ریخته شود، یعنی باید آدم بکشیم، باید در جز کنیم، آنچنان آدم ها رو تنبیه کنیم که خون ببینند، کارهایی که داعش میکنه اگر این اتفاقات بیفته بعد مردم طبعا تبعیت خواهند کرد. آخرین مؤلفه‌ای که در این برنامه من ازش بحث میکنم مؤلفه گسترش طلبی هست. روحانیت شیعه خب این ادعای حکومت جهانی رو داشته، در این سالها هم شخص آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر جهان اسلام اینها معرفی میکنن، به دنبال این هستن که کلیت جهان اسلام رو تحت سیطره و نفوذ خودشون بیارن، با دولت سعودی، نه به دلیل جنایت های دولت سعودی یا نقض حقوق بشر یا اشرافیت یا فساد، به این دلایل مخالف نیستن، میخواهند که حکومت اون منطقه تحت نفوذ خودشون باشه. در سالهای اخیر این خصلت گسترش طلبی در میان روحانیت شیعه تبلور بیشتری پیدا کرده، بالاخص با نفوذی که اینها در لبنان، در امروز در عراق و در سوریه پیدا کردن و بعدش هم تلاش میکنن که در یمن پیدا کنن. این ویژگی گسترش طلبی، جاه طلبی های منطقه‌ای، جاه طلبی های جهانی و مدیریت جهانی در میان اونها قدرتمندتر و قدرتمندتر شده و بروز و ظهور بیشتری رو ازش میبینیم. حتی با وجود تحریم ها اینها هنوز به دنبال این هستن که ناوهای خودشون رو در مناطق مختلف دنیا بفرستند، برای کشتی‌های مسافربری در منطقه خلیج فارس با دزدی دریایی کشتی‌ها رو ضبط می‌کنند، با رفتن قایق و شلیک تیر
تلاش میکنن که کشتی های باری رو، نه کشتی های نظامی رو، کشتی های باری رو منحرف کنن و در اختیار خودشون قرار بگیرن، قرار بدن. رفتارهایی که میکنن، حتی آقای خامنه‌ای صحبت کرده از اینکه برخی از ناوهای ایرانی رو به سواحل ایالات متحده بفرسته، که البته بعدن این کارو نکردن، دیدن که احتمال داره که تحریک بشن امریکایی‌ها و بعد به دلیل این تحریک مشکلاتی برای اونها به وجود بیاد. اما این خصلت گسترش طلبی رو ما در بیان امروز مقامات روحانی جمهوری اسلامی به خوبی می‌بینیم. روحانیونی هم که در قدرت نیستند، البته از قدرت برخوردار هستند، اونها با این خصلت گسترش طلبی من جایی ندیدم مخالفت کنند. شما بگردید در میان، در سخنانی که انواع و اقسام روحانیون با گرایش‌های مختلف در جناح‌های مختلف در مورد مداخله‌های نظامی جمهوری اسلامی، ببینید آیا سخنی گفتند، مخالفتی کردند؟ حتی اصلاح طلب‌ها که بسیارشون روحانی نیستند، با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم مخالف هستند، در اوایل بهار عربی هم اونها حتی طرفداری می‌کردند از جنبش‌های مردم سوریه یا مصر یا تونس. امروز کلاً در سکوت هستند، کسی با سیاست‌های اینها مخالفت نمی‌کنه. این گسترش طلبی به عنوان یک وجه قابل توجه، وجه افتخار، وجه غرور، حتی غرور ملی در میان اینها مطرح شده و این رو متاسفانه پذیرفتن. من در اینجا به برنامه اول خاتمه میدم. در برنامه های دیگه به وجوه دیگری از روحانیت شیعه در سبک زندگیشون، رفتارشون و نهادهایی که باشون کار میکنن، رابطه روحانیت با سپاه، رابطه روحانیت با بخش فرهنگ، به این وجوه از مسائل روحانیت شیعه میپردازم و تمرکز من بر این هست که در واقع نشان بدم که روحانیت شیعه دیدگاهاش، باورهاش، رفتارهاش، سیاستهاش تا چه حد برای جامعه ایران مخاطر انگیز و چقدر پرخطر هست. جامعه ایران با سیاست‌های روحانیون شیعه در طی 14 گذشته مرتباً، همه وجوهش، در آموزش، در محیط زیست، در بهداشت، مرتباً در حال افول بوده و نه در حال پیشرفت. اگر هم در محدوده‌های پیشرفتی حاصل شده، به دلیل سرسختی مردم بوده. اینکه امروز مثلا 60% دانشجویان در ایران دختر هستند، این به دلیل فراهم کردن فضا برای دختران در دانشگاه ها نبوده، سیاست های دولت نبوده، این به دلیل سرسختی جامعه بوده، جامعه در برابر اینها مقاومت کرده. پیشرفت های اگر صورت گرفته به رغم خواست روحانیون بوده، نه به دلیل خواست روحانیت شیعه. من این مسیر رو، مسیر نشان دادن مخاطرات و هزینه هایی که روحانیت شیعه برای جامعه ایران امروز داره، همین مسیر رو در برنامه های دیگه هم ادامه میدم. همونطور که در قسمت اول هم ذکر کردم، از شنیدن نظرات شما بسیار خوشحال خواهم شد در مورد در این بحث. مطالبی که برای من بیاد حتما در برنامه ها بهش اشاره خواهم کرد، حالا اگر مستقیم هم اشاره نکنم در میان بحث ها حتما بهش توجه خواهم کرد. برای من ایمیل بفرستید، آدرس ایمیل من هست مجید محمدی محمدی@gmail.com، بین مجید و محمدیش چیزی نیست، برای من ایمیل بفرستید، خیلی خوشحال خواهم شد. اگر هم شکایتی، مطلبی دارید که فکر میکنید مخاطبش من نیستم، مدیران اندیشه هستن، میتونید برای مدیران اندیشه بفرستید. من استقبال میکنم از هر گونه انتقادی، از هر گونه سخنی که دوستان بگن، ولی اگر شما احساس کردید که با مدیران اندیشه میخواید صحبت کنید، مطلبی رو، ایمیلی رو، پیامی رو برای اونها بفرستید، اونها حتما خواهند دید و به دست من خواهند رسوند. تلاش میکنیم در این مجموعه برنامه یک گفتگوی انتقادی و عقل‌گرایانه‌ای نسبت به نهاد روحانیت شیعه و سازمان روحانیت شیعه داشته باشیم. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه